به نام خدا درود بر شما همراهان گرامی امیدوارم که عالی باشید اینجا هلوتک تک مارکت به کانال خودتون خوش اومدین توی این ویدیو قصد داریم که روش تولید صدا با آردوینو رو آموزش بدیم یه وقتی نیاز هستش که شما تو پروژهتون میخواید از یک صدایی به عنوان هشدار استفاده بکنید یا مثلا برای دکمه هایی که فشار میدید صدا قرار بدید توی این ویدیو میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم با آردوینو صدا تولید کنیم حتی میتونیم ملودی هم پخش بکنیم ولی توی این درس قرار هست فقط فعلا روش تولید صدا رو یاد بگیریم خب برای اینکه مدار رو ببندیم و آزمایشش بکنیم نیاز هستش که یه ورودی داشته باشیم که این کلید به عنوان ورودی تعریف شده و یه خروجی داشته باشیم که صدا از توی این خروجی بیاد توی اسپیکر حالا برای شنیدن صدا کافی هستش که یک بازر پسیو اینجا بذاریم یا یک اسپیکر چرا چون این صدایی که داره این خارج میشه به شکل فرکانس است و توسط بازر پسیو شنیده میشه اگه بازر اکتیو رو بذاریم درست کار نمیکنه چرا چون بازر اکتیو وقتی که داره ولتاژ میشه داخل خود وسیلاتور داره و خودش صدا تولید میکنه پس دیگه نمیتونه صداهایی که ما بهش اعمال میکنیم رو برامون اجرا بکنه حتما باید بازرمون پسیو باشه در مورد بازر اکتیو و پسیو هم قبلا صحبت کردیم اگر در موردش بیشتر اطلاعات میخواید لینکش رو بیستانی آخر همین ویدیو براتون میذارم خب این از مدارمون بریم سراغ برنامهش خب طبق روال گذشته اومدیم دو تا از پایه ها رو پایه شماره دو و پایه شماره سه رو که جز پایه‌های دیجیتال هست یعنی دی و دی به عنوان حالا ورودی خروجی تعریف کردیم منتها قبلش اومدیم یک مقدار ثابت تعریف کردیم و اسم براش در نظر گرفتیم و اون اعداد رو برابر با این اسم قرار دادیم یا بهتر بگم اسما رو برابر با اون اعداد قرار دادیم خب باتم پین شماره دو تون پین شماره سه حالا در ادامه تو قسمت ستاپ اومدیم با پین رو به عنوان ورودی و از نوع پولاپ تعریف کردیم که قبلا راجبش خیلی صحبت کردیم ویدیو قبلی رو حتما ببینید و در ادامه اومدیم یه شرط نوشتیم که اگر این شرط برقرار باشه تمام کودهای توی این براکت باز و بسته اجرا میشن شرط اینه ایف دیجیتال read باتن پین میاد چک میکنه میگه که در واقع وضعیت ورودی پای ورودی رو بخون و حالا داره میگه که اگر تو وضعیت اول بود نوتون دستور نوتون یعنی صدایی نداشته باشیم حالا این نوتون تون جلوش یه پرانتز باز و بسته و داخلش نوشته تون آندرلاین پین یعنی چی یعنی همون پایه ای که ما تعریف کردیم به عنوان خروجی صدا بی صدا بشه نوتون و حالا گفتیم الز یعنی اگر این شرط برقرار نبود پس بیا این براکت رو اجرا کن و هرچی که توی این دوتا براکت هست اجرا کن با دستور الز خب با دستور تون قرار صدا ایجاد بکنیم هرچی که توی پرانتز باز و بسته هستش اجرا میشه و بعدش یه تاخیر 100 میلی ثانیه‌ای ایجاد کردیم و این دستور دائما توی حلقه لوپ تکرار میشه حالا اینایی که اینجا نوشتیم چیه اولیش انتخاب خروجی هست یعنی دقیقا همون پایه شماره سه پس اسمش بود تون پین میایم اینجا می‌نویسیم تون پین اینجا اگه سه هم بذاریم هیچ فرقی نمی‌کنه چون دقیقا خروجی ما همون سه خب و در ادامه میخوایم اون فرکانسی که میخوایم بشنویم رو اینجا می نویسیم اون فرکانس یه عدده و میتونیم شانسی هم اینجا عدد بذاریم ولی اگه میخواید یک صدای دقیق بشنوید میتونید با استفاده از این لینکی که اینجا براتون گذاشتم فرکانس های نوت های مختلف موسیقی رو ببینید و پیدا کنید و بیاد اینجا قرار بدید این دیویستی هم که اینجا نوشتیم به این معنا که دیویست میلی هم این تون رو اجرا کن و بکش یه تاخیره 100 میلی ای و اگر دستمون دائما رو دکمه باشه این نوت پشت هم پشت هم هی اجرا میشه خب حالا وقتی که ما میخوایم یه چیزی رو کامنت بکنیم میایم از اسلش ستاره ستاره اسلش استفاده میکنیم و هر چی که بین این اسلش ستاره و ستاره اسلش نوشته باشیم به حالت غیر فعال در میاد ولی اگر بخوایم همینجا وارد این لینک بشیم کافی دکمه کنترل رو نگه داریم و این روی بر... بریم روی این لینک وایسیم این لینک آبی میشه کافی یه دونه بزنیم روی این لینک سری صفحش باز میشه و حالا اگر یکم اسکرول کنید بیاید پایینتر میبینید که از کلید سمت راست پیانو تا کلید سمت چپ پیانو رو اومده براتون با اسم نوت ها و فرکانسی که تولید میشه نوشته و شما حالا اگر یک مقدار هم موسیقی میدونید میتونید خیلی راحت این نوت ها رو استفاده کنید ولی اینطوری بهتون بگم که مثلا این وسط که سبز شده این نوت لا هست که فرکانس 440 هرتزه نوت لا همون نوتیه که زمانی که تلفن بوغ میخوره و یه صدای بوغی میاد و قطع و وصل میشه یا زمانی که ما گوشه تلفن رو بر میداریم و میخوایم شماره گیری کنیم یه صدای آزاد یه صدای خط آزاد میاد اون صدای همین صدای 440 هرتز و نوت لا هست میتونید از این استفاده کنید بالاتر خواستید تیزتر خواستید باید عددهای بزرگتری رو انتخاب کنید بمتر خواستید باید عددهای کمتری رو انتخاب کنید که حالا مثلا من اینجا اومدم از یکی این نوت مثلا نوت چقدر چی استفاده کردم 523, 523 نوت دو هستش 523 35 نوت دوی گام پنجم پیانو هستش و حالا صداش رو میشنویم خب این هم از این حالا میگم این توی برنامه‌مون تاثیر نداره و اصلا کامپایل نمیشه فقط اینجا جهت یادآوری و جهت استفاده از این نوت ها گذاشتم خب یک بار این برنامه رو اجرا میکنیم خروجی میگیرم و حالا برای اینکه بتونیم توی شبیه پروتوس هم ببینیم باید فایل هگزش هم تولید بکنیم میام اینجا برنامه رو اجرا میکنم و حالا اگر یک بار این دکمه رو فشار بدم صدا شنیده میشه ولی چون اینجا حالت شبیه سازی هست خود دقتش پایینه و یه مقداری بعد اجرا میکنه و چند بار نوت اجرا میکنه در صورتی که یک بار بیشتر نوای شنیده بشه و این الان حالت خیلی بدی داره اجرا میکنه که من در واقع حالت واقعیش رو که روی خود برد آردینو پیاده کردم و در ادامه بهتون نشون خب حالا فرض کنید که میخوایم بعد از این نوت یه دو سه تا نوت دیگه هم اجرا بشه کافیه که همینا رو بیایم دو بار دیگه مثلا کپی کنیم و رو حالا تغییر بدیم مثلا فرض کنید میخوایم نوت دو می سل رو اجرا کنیم خب بیایم تو همون سایت نوت دو که سی پنج بود دو می سل می میشه ای پنج ای یا همون ای به صلاح گام پنجم فرکانسش 659 اینجا می و سل هم که میشه جی پنج و 783 رو هم انتخاب میکنم یه حالت هارمونیک هم داره یه صدای خوبی میده که تا توی کلیپش نشونتون میدم و برنامه رو کامپایل میکنیم خروجی هگزش رو هم میگیریم و حالا صدا باید جور دیگه شنیده بشه که حالا باز میگم اینجا خوب اجرا نمیکنه خب حالا در ادامه کلیپ ریلش رو هم ببینیم که توی آردوینو به چه شکلی این صدا تولید میشه خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه مرسی <applause> از لایک و کامنت دلگرم کننده تون اگر عضو کانال نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد مرسی که ما رو تماشا میکنید برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدا بزرگ خدا نگهدار